عرض ادب احترام دارم خدمت همیانان عزیز و ارجمندم. سفیر عزیز برنامه رو هدایت میکنه، صمیمانه از او سپاس گذارم. خوشبختانه خبر خوب اینه که زبان فارسی امروز جز 17 زبان مهم علمی دنیا است. یعنی میزان شمار مقاله های علمی که به زبان فارسی نگاشته میشه 6 برابر بیشتر از مثلا 10 سال پیشه و این خبر فوق‌العاده خوبی است، با توجه به اینکه امروز زبان فارسی در دنیای مجازی هم یک زبان مهمه. بکنید هر روز میلیون ها پیام و مقاله از طریق دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی در سطح جهان داد و ستد میشه و خود این خبر خوبیست. مضاف بر این که کی فکر میکرد 40 سال پیش که ما 10 قطب ایرانی نشین در سراسر جهان داشته باشیم، دادی که مثلا در کالیفرنیا شما بتونید به زبان فارسی امتحان راهنمایی رانندگی بدید یا تصدیق رانندگی بگیرید و کلی امتیازاتی که امروز برای زبان فارسی قائلن. من بعد از همه مهمتر این که بعد از وقفه‌ای که ایجاد شد بعد از انقلاب و به خواب رفتن بسیاری از کرسی‌های زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاه‌ها، خوشبختانه دوباره زبان فارسی، کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا، کانادا در حال احیا است. این خبر خوبی است، خبر فوق‌العاده خوبی است. مضاف بر این که در پاره‌ای از مؤسسات و نهادهای خیلی مهم و حساس به کارمندانی که زبان فارسی بلد باشن، به زبان فارسی تسلط داشته باشن، حقوق و مزایای ویژه‌ای تعلق می‌گیره. و کلاس های زبان فارسی که میشه گفت در بسیاری از شهرها رونق فوق‌العاده‌ای برخورداره، خیلی از دانشجویان خارجی، حالا آمریکایی غیر آمریکایی، که رغبت میدن به فراگیری زبان فارسی. نه ما رو مکلف میکنه در واقع که بیشتر مواظب زبان مادری خودمون باشیم، یک زبان خیلی مهمه در دنیای امروز، با ویژه بعضی این اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه رخ داد، در این زمینه سرمایه گذاری بکنیم. ضرورت سرمایه گذاری این وسط خیلی مهمه. امیدوارم این همه هزینه ای که میشه صرف نمیدونم مسائل نظامی و جنگی و اعمال نفوذ در این کشور و اون کشور و پرداخت به گروه های میلیتاریستی، اندکیش هم از این درآمدهای هنگفت نفتی صرف این کار بشه، صرف گسترش زبان فارسی و صرف فرهنگستان در این زمینه، خیلی نقش مهمی میتونه داشته باشه. و هر روی حالا امیدوارم که با کارشناسا صحبت بکنیم در زمینه این که این سرمایه گذاری ها میتونه چه حدودی رو در بر بگیره، تا کجاها باید پیش بره، در چه زمینه هایی لازم و ضروری است. فرانسوی ها دارن این کار انجام میدن، دوره همین آقای اولند، برای حفظ جایگاه و موقعیت زبان فارسی در سطح جهان. یه میشه گفت تا حد زیاد این زبان به خطر افتاد. خب همین رو ارجمندم عزیزی که بعد از گذشت از بازار یک موسیقی کوتاه بریم به سراغ کارشناس، مسئله مهمی است که حتما باید با شما در میان بگذاریم. Thank you.
این ارجمند ما 45 میلیارد دلار روی پارس جنوبی سرمایه گذاری کردیم سالها پیش، بدونی که یک قطره نفت تولید یا صادر بکنیم. اینو میخوام با یک کارشناس در میان بگذارم. مضافر این که دبیر کل اوپک سخنی میگه تکون دهنده است، 650 میلیارد دلار کاهش سرمایه گذاری های نفتی در دنیاست. 650 میلیارد دلار. در این باره میخوام نظر کارشناس رو جویا بشم و همینطور کاهش قیمت نفت ببینیم تا کجا قراره که قیمت نفت در این سطح باقی بمونه. این چند روز پیش من رفتم، هیچ وقت تو این 4-5 سال اخیر من بنزین با این نرخ، یعنی چیزی حدود 3 دلار در یه بار خریداری نکرده بود. آقای بندشاهی نژاد، درود بر شما. درود بر شما جناب مهبودی ارجمند، درود بر همیهنانم و بینندگان گرامی برنامه. خوشحالم در خدمتتونم. باز امیدوارم حالتون خوب باشه. سپاسگزارم، ممنونم. اول به من بفرمایید که این درسته که ایران در پارس جنوبی 45 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بدون اینکه در تمام این سالها یک قطره نفت و گاز تولید کنه؟ آقای مهبودی بذارین اینگونه تکمیل کنم سخنتون رو. ما در پارس جنوبی خیلی بیش از 45 میلیارد دلار هزینه کردیم و مقداری هم گاز داریم تولید میکنیم در پارس جنوبی که میآید به پالایشگاه عسلویه و در اونجا فرایند روش صورت میگیره و تولید کنونی ما نصف تولید کنونی قطره. اما 45 میلیاردی که شما به درستی اشاره کردید مبلغی است که عنوان شده در خود ایران که در سالهای 2010، 2011 و 2012 ظرف 3 سال هزینه شده و این 45 میلیاردی که تو این 3 سال هزینه شده هیچ افزایش تولیدی به ما در پارس جنوبی نداده. یعنی پس از 45 میلیارد تولید همون بوده که انگار پیش از 45 میلیارد مصرف کردن در اونجا بوده و این یک شوک بزرگه. شما معمولا وقتی میروید سرمایه گذاری میکنید، مثلا پارس جنوبی که فاز به فاز داره جلو میره، یه افزایش تولید میگیرید و بعد توجیه میشه حرکت بعدی شما ظرف 3 سال فکر میکنم برمیگرده به اون 3 سالی که قرارگاه خاتم الانبیا صاحب این پروژه ها شد. هزینه کردن 45 میلیارد دلار ظرف 3 سال بدون افزایش تولید، حالا جدا از این که من فکر کنم برای هر ایرانیش واقعا شگفت انگیز باشه که این پول به چه مصرفی رسیده، چقدر هزینه شده که حتی نتوانسته 5% تولید افزایش بده و به چه نحوی هزینه شده. چیزی دیگری هم که نشون میده این است که باز در همین مسابقه بزرگی که بهره برداری از منابع مشترک با کشورهای همسایه، یک همچین کار جدا از حیف و میل اموال ملی و سرمایه های کشور، یک خیانت هم در حق کشوره. شما اگر این کار رو در یه میدانی کرده بودید که این میدان متعلق به ایران بود، مثل گچساران، مثل فرض کنید میدان خانگیران در خراسان، مثل میدان مسجد سلیمان یا اهواز یا مارون، خب میگفتید که این حیف و میل شده، از بین رفته، سوء مدیریت بوده، ولی بالاخره این نفت و گاز اونجا هست، حالا دوباره باید هزینه بشه در بیاد. اما وقتی این اتفاق، این رخ داد در میدانی که بزرگترین میدان گازی جهانه و بین ایران و قطر مشترک روی میده، یعنی اینکه شما دارید عملا یک خیانتی رو بربلا میکنید، خیانتی که تو این سالهایی که شما تولید افزایش ندادید با اینکه 45 میلیارد دلار هزینه کردید، قطر کمتر از شما هزینه کنه و بیشتر از شما مرتب داره برمیداره. دقیقا اینه میمونه که شما یه ثروتی رو از جیب بچه های ایران بریزه به جیب شیوخ عرب، قطر رو قویتر و نیرومندتر بکنی، تبدیل کنی به ثروتمندترین کشور جهان با سرانه متوسط درآمد بالای 100 هزار دلار در سال، و همون قطر و احتمالاً عربستان سعودی و دیگران میآیند و فقط چکه‌ای از اون دریای ثروتشون رو هزینه میکنند برای اینکه خلیج فارس رو خلیج عربی کنند، برای اینکه هویت ایرانی رو در منطقه کمرنگ کنند یا ناپدید کنند، و احتمالاً شاید بخشایی هم هزینه میشه بر اساس اون چیزی که از این برنامه میشنویم برای تقویت بنیادگرایی اسلامی در منطقه، که باز هم دودش به چشم همه از جمله خود ما ملت ایران خواهد رفت. خب بنابراین ما بابت 45 میلیارد دلار درآمد
حتی یک قطره بازدهی نداشتی. بله، بابت 45 میلیارد دلار سرمایه گذاری هیچی برنگشت. برنگشت. اینو خود کسانی که مستر کار بودن در ایران در مورد اون 3 سال دارن میگن. یعنی صحبت من و شما نیست آقای مهبودی، ما فقط راوی هستیم. یکی از روزنامه‌های بابت نزدیک به دولت تیتر زده بود، نمیدونم اون تیتر رو شما دیدی، درباره پولی که ما داریم در روز از دست میدیم از بابت بیعملی نسبت به همین منابع عظیم نفت و گاز در منطقه خلیج فارس. نظرتون میخواستم. برای همه بودی رقم کاملا درستی است. فقط در مورد پارس جنوبی، فقط در مورد پارس جنوبی بابت هر روز دیر کرد در راه اندازی فازهای دیگر بهره برداری از میدان، ما 100 میلیون دلار زیان میبینیم در 24 ساعت. در 24 ساعت در ماه میشود 3 میلیارد دلار و ما 12 فاز داریم که مسئله تاخیر براشون مطرحه. 12 فاز، 12 ضرب در 3 میلیارد، 36 میلیارد دلار در سال زیان ملت ایران از دیرکرد راه اندازی این فاز هاست. هر سال 36 میلیارد دلار. یعنی امروز هر روزی که هست 24 ساعت بعد ما بیداشیم 100 میلیون دلار از این ور رفته به اون ور مرز و این کاملا برآورده واقعی است و البته خب خیلی غم انگیز. خیلی غم انگیز، وحشتناک است. حالا آقای مهبودی، شما این اشاره که کردید و این رقمی که در ایران منتشر شده به درستی، این در ارتباط فقط با پارس جنوبی است. پارس جنوبی بله. و در ارتباط با 12 فاز از اون، چون پارس جنوبی نهایتا 28 فاز خواهد شد. حالا تصور بکنید ما میادین مشترک دیگری هم داریم. ما میدان فروزان رو داریم که با عربستان سعودی مشترکه. ما میدان ساسان یا وقوع جمهوری اسلامی سلمان رو داریم که با امارات متحده عربی مشترکه. ما میدان اسفندیار رو داریم که تو منطقه اشتراکی ایران و کویت و عربستان قرار گرفته. ما میدان آزادگان رو داریم که با عراق مشترکه. شما اگه اینا رو با هم جمع بزنید، یعنی فقط باید بشینید یه قرص مسکن بخورید آقای مهبودی، از سردردی که میگیری. چون سال 2015 است دیگه، خیانت اینگونه نیست که یک نفر یک مطلبی رو روی کاغذ بنویسه و به عنوان جاسوس بده به عوامل اطلاعاتی کشور دیگر. این یعنی خیانت. این خیانت شاید سنگین تر هم باشه. حق با جانب شماست. اما بپردازیم به این سخن دبیر کل اوپک بابت کاهش سرمایه‌گذاری‌های 100 میلیارد دلاری در قلمرو صنعت نفت. این خبر هم به نظرم خیلی تکان دهنده است، به ویژه برای کشورهای نفتخیز دنیا. یک شما که حالا حتی اگر تحریم ها هم برده بشه، ما اجازه فروش نفت هم داشته باشیم، حتی بتونیم صادرات رو افزایش بدیم. منظوری به نظر نمیرسه که بتونیم با درآمدش به اصطلاح کاری در مملکت انجام بدیم. نظرتون رو میخواستم. آیا می‌بودید صنایع نفت موقعی که قیمت نفت 80 دلار، 90 دلار، 100 دلار بود، سوددهی بسیار سرشاری داشت و به خاطر اینکه میادینی که در گذشته گرون تموم می‌شد تولید از اونها صرفه اقتصادی پیدا کرده بود، شرکت‌ها با آرامش کامل و با خیال راحت می‌رفتن و سرمایه‌گذاری می‌کردن و میادینی که شاید نفت در اونها 50 60 دلار هزینه داشت برای درآوردنش، اینا به تولید میرسوندن چون میتونستن 90 دلار و 100 دلار نفت رو بفروشن. برای همین رفتن فرض کنید به آلبرتای کانادا، به نفت سنگین امریکای جنوبی، به آبهای ژرف و عمیق خلیج مکزیک و جای از این دست. منطقه خاورمیانه و به طور ویژه خلیج فارس ارزون ترین قیمت تمام شده نفت رو در جهان داره. به خاطر سرشت یا جنس میادین نفتی ما، به خاطر داشتن فشار اولیه بالا و به خاطر وجود شبکه‌های شکافدار در سنگ مخزن، شما وقتی چاه میزنید بدونی که نیاز باشه پمپ بذاری یا به صدا روش مصنوعی به کار ببری یا فرکینگ خیلی مفصلی به کار ببری، بدونی تکنیک ها، شما معمولا چاهت با فشار طبیعی برای سالها میتواند تولید کنه. خب بعد میان تزریق گاز میکنن در میدان برای اینکه تولید رو بالا نگه دارن. حتی در هم در خشکی هم در آب ارزان ترینه، یعنی فقط در خشکی هم در آب ارزان ترینه. فراموش نکنیم ما عمق آب در
پارس جنوبی اگه اشتباه نکنم 60 تا 70 متره. شما اینو مقایسه کنید مثلا با خلیج مکزیک، ما از عمق 6000 فوتی یعنی 2 کیلومتری دریا میرفتیم تا اینکه بتوانیم یه میدان رو به تولید برسونیم، یعنی 2 کیلومتر میرفتیم میخوردیم به بستر دریا و بعد از اونجا 4 کیلومتر دیگه میرفتیم که مجموعا میشه 6 کیلومتر از سطح آب تا برسیم به مخزن. طبیعی یک چاه اونجا برای ما در اومد، چاه حفاری و تکمیلش در اومد 120 میلیون دلار یک چاه، 120 میلیون دلار. شما با 120 میلیون دلار در ایران تعداد چاهای بسیار زیادی میتونی بزنی و خیلی هم با آسودگی بیشتر، که این چاه برای مدت‌های زیاد به شما نفت قابل ملاحظه میده. این ویژگی باعث میشه که حتی قیمت نفت 40 دلار هم برای کشورهای حوزه خلیج فارس نفت سوددهی داره، ولی چون بودجهشون رو بر اساس ارقام 80 دلار و 90 دلار پارسال و پیارسال تنظیم میکردن، خب میخورن به کمپولی، سرمایه گذاری میاد پایین. شرکت های نفتی که شرکت های خصوصی هستن و سهامی هستن، سهامی عام هستن، همه میتونن برن سهامو بخرن، مثل شرکت های اروپایی و امریکایی، شل، بی پی، شوران، کناکو، اینها الان تقریبا قیمت تمام شده نفت قیمت دوربر 40 دلاره براشون، حالا بعضی جا کمتر بعضی جا بیشتر، ولی حدودا اینه و این تقریبا قیمت بازاره 40 خورده ای. در نتیجه الان شرکت ها پولی نمی سازند، پولی چندانی هم از دست نمیدن، ولی خب باید سود سهام بدن به سهامداراشون و این باعث میشه که یه شاید یه سال یه سال نیم با این وضعیت طی کنن، سرمایه گذاری ها رو کم میکنن، همچنان که شما بهش اشاره کردید 560 میلیارد دلار کاهش سرمایه گذاری در کشورهای تولید کننده نفت یک رقم نجومی است و میدونید 560 میلیارد چقدر میتونه ایجاد کار بکنه، اشتغال زایی بکنه، چقدر میتونه به رونق اقتصادی در کشورها کمک بکنه، رقم نیم تریلیون دلاره. از سوی دیگه آقای مهبودی یه نگرانی هم پیش میاره برای کشورهایی که در منطقه خلیج فارس قرار دارن یا کلا در خاورمیانه، وقتی میتوانند با 40 دلار هنوز سوددهی داشته باشن، حالا ایران که بازار نفت رو از دست داده و خیلی دچار گرفتاری است، ولی کشورهای عرب عموما بازار رو دارند و مشتریاشون هستن، سود کمتری دارند، ولی هنوز قیمت تمام شده نفت براشون 10 دلار و 12 دلاره. وقتی که سرمایه گذاری رو کم میکنن، پولی که دستشون میمونه و پولی که تو این سالها انباشته شده کجاها قرار سرمایه گذاری بشه؟ اگر در صنعتی که خودش صنعت مادر سرمایه گذاری نمیشه، متاسفانه این پولها ممکنه بخشی از اون کانالهای باز کنه بره سوی اسلحه، بره سوی مسائل امنیتی اطلاعاتی، بره سوی تجهیز کردن گروه ها و دستجاتی که میبینید الان دارن چه آتشی به پا میکنن هر جایی که براشون مقدوره. و این من فکر میکنم که باز یه خبر بد دیگریست، نه تنها اشتغال زایی و ایجاد کار و ایجاد درآمد برای مردمی که میخواهند کار شرفمندانه بکنن کمتر و کمتر میشه اگه وضع به این منوال بمونه، بلکه اون پولی که هزینه نمیشه، چون اون پولی که هزینه نمیشه دیگه برای شرکت شوران و شل و بی پی نیست، اونها دارن فعلا به سختی گذران میکنن، ولی شرکتی مثلا میشه آرامکو عربستان سعودی این امکان داره که هنوز سوددهی داشته باشه با یه پشتوانه سنگین و خدا میدونه این پولا کجا قراره هزینه بشه. آقای نژاد به من بفرمایید که کمپانی های بزرگ نفتی الان گفته میشه که تعداد زیادی از کارمنداشون دارن اخراج میکنن، فکر کنید این روند تا کی ادامه پیدا بکنه و چه تعداد اخراج شدن مثلا توسط برخی از کمپانی های خیلی بزرگ؟ بله آقای مهبودی، دو دسته هستن کمپانی های نفتی. یه سری شرکت های نفتی هستن که خودشون تولید کننده هستن، مثل فرض کنید همین قول ها، شوران و کناکو، فرض کنم خدمتون توتال و بی پی و شل، و شرکت های متوسط الحالی که در ایالات متحده هم زیادن. وقتی میگم متوسط یعنی شرکتی که 12000 تا 15000 تا 8000 تا پرسونل داره. برخی دیگر شرکت های سرویس هستن، سرویس کمپانی هستن. اینها کارشون این است که میاین به شرکت های نفتی تجهیزاتشون رو میدن یا نیرو انسانیشون رو میدن یا دکل هاشون رو اجاره میدن و از در اختیار قرار دادن نیرو انسانی یا ماشینالاتشون از شرکت های نفتی پول میگیرن. اینها این شرکت های سرویس بیشتر زیر فشار بودن و حدود 17-18% تقریبا از نیروهاشون و عضوشون رو خواستن. 17-18% رقم زیادی است.
در مورد اول کمپانی ها، یعنی شرکت نفتی خودشون تولید کنندن، خب خیلی هزینه ها رو کم کردن، ریخت و پاش ها رو کم کردن. برای مثال در مورد خود شرکت ما مزایا رو تقریبا قطع کردن، فقط حقوق داره پرداخت میشه و چیزی دوروبر 8-10% شرکت ها، بعضی 8%، 7%، بعضی دوروبر 10% از نیروهاشون و عضوشون رو خواستند و برخی هم بهشون بازنشستگی اجباری دادن. 10% در صنعت تولید کننده نفت و 18% از شرکت های نفتی. میشود گفت به طور متوسط در کل صنعت نفت حدود 15% ما ریزش داشتیم متاسفانه. 15%. ایرانی ها که این وسط قربانی نبودن، چون تعدادشون خیلی زیاده در تگزاس. ایرانی ها خیلی زیادن در تگزاس، در ایالت های دیگه هم اصلا، ولی در تگزاس اصلا جمعیت قابل ملاحظه در صنعت نفت. من به طور مشخص از خیلی ها که میشناسم فقط یه نفر سراغ دارم که کارشو از دست داده، ولی خب ایشون سالها در صنعت نفت بوده و مطمئنا سر وقت کار بهتری پیدا میکنه، ولی خوشبختانه نه بقیه مشغوله. باشه. اون کمپانیایی که شروع کرده بودن در برخی از مناطق منجمد، مثلا اقیانوس منجمد شمالی یا حتی در آلاسکا، به سرمایه گذاری، اینا عملیات رو متوقف کردن. این به خاطر همین کاهش قیمت نفته؟ بله، به خاطر کاهش قیمت نفته. میدونید جدال زیادی بود سر این مسئله که آیا باید برن اونجا تأسیسات رو ایجاد بکنن، نفت تولید بکنن، کار بکنن، یا اینکه به خاطر مسئله زیست بوم باید دست بکشن. و خب خیلی کش و قوس بود سر این جریان. نهایتا شل که پیشگام بود برای این کار، حرفش پیش رفت و تونست موافقت رئیس جمهور آقای اوباما رو بگیره. و بعد از اینکه موافقت رو گرفتن و در حقیقت حرف خودشون رو پیش بردن، رسوندن به جایی که تا فکر کنم 2 هفته پیش بود اعلام کردن که نمیخواهند بروند برای حفاری و برای برنامه های توسعه میادین نفتی در اونجا. و دلیل مشخصش دقیقا همین است، چون هزینه تمام شده در اونجا چیزی دوربر دست کم 80 دلار خواهد بود که هیچ توجیهی نداره. برای همین کسانی که نگران محیط زیست بودن و من میدونم فعالان زیادی بودن، دست کم فکر کنم تا 3-4 سالی میتونن خوشحال باشن که خود شل فعلا دست نگه داشته و این کارو نمیکنه. آقای نژاد، کشورهایی مثل نروژ یا انگلیس، چه منابع مشترک بین این دو کشور، خب هزینه تولید در اونجا خیلی بالاست. اینا در وضعیت حاضر چی کار میکنن؟ عملیات رو متوقف کردن یا اینکه نه تولید ادامه داره؟ آقای مهبودی، ببینیم ما توی فروش نفت 2 تا سیستم داریم. یه سیستم بهش میگن اسپات پرایس. شما نفت رو تولید میکنی، امروز بازاریابان شما برای شما بازاریابی کردن نفت رو، میتوانید روی فرض کنید عرشه بفروشی، رو کشتی، رو دریا. و بعد وقتا شما قرارداد 2 ساله، 3 ساله، 1 ساله، 5 ساله دارید با پالایشگاه. میدونید مشتریتون کیست؟ پالایشگاه و شرکت تولید کننده نفت خیلی وقتا ترجیح میدن روی قیمت ثابتی با هم توافق کنن. در نتیجه من و شما، شما پالایشگاه دارید و من فروشنده نفت به شما، میایم میگیم که مثلا امروز قیمت نفت 85 دلاره، ما برای 3 سال آینده میایم روی 85 دلار توافق میکنیم. قیمت نفت اگه 20 دلار شد یا 200 دلار شد، شما به من 85 دلار میدید. و به این میگن هجینگ، هجینگ در قیمت، پرایس هجینگ، یعنی در حقیقت هر دو خودشون رو یه جوری پروتکت میکنن. برخی از قراردادهای نفتی در دریای شمال هجینگ داره، یعنی نروژیا مثلا فرض کنید برای 3 سال یا 5 سال با پالایشگاه طرف قرار دادن و دارن قیمت نفتی رو که 2 سال پیش قرارداد بستن رو میگیرن. در نتیجه برای اونا خوبه، پالایشگاه احتمالاً خب ضرر سنگین میده. برخی قراردادها نه، هجینگ نیست، میگن آقا ما نفت رو به شما داریم برای 5 سال میدیم، موظفیم بدیم، ولی قیمت روز باتون حساب میکنیم. اتفاقی که در اونجا افتاده آقای میبودی این است که در این موارد اومدن و میادین رو نگاه کردن و اینها رو به ترتیب لیست کردن، هر چقدر میدان تولیدش گرانتر بوده اولویت بهش دادن، برای اینکه به اصطلاح هزینه سرمایه گذاری بیشتر درش نکنن. در حقیقت چای رو نبستن، میدان تولیدش متوقف نشده، ولی هزینه هایی که باید بشه برای نگهداری و برای ادامه تولید رو از روی میادین سنگین قطع کردن. به ویژه حالا یه مطلب هم جالبه بدونید آقای میبودی، در نروژ شرکت های نفتی به دولت 87% باید مالیات بدن.
87%. در نتیجه قیمت افزایش، یعنی کاهش قیمت نفت، شاید در نروژ کمترین اثر رو روی اقتصاد شرکت هایی که در اونجا فعالن داره. درست. از سودشون باید یه مبلغی میدادن، اون موقع عمده سود میرفت برای دولت، یعنی به عنوان مالیات. الان سود خیلی کمتره، سهمی هم که با شرکت برمیداره 13%، 87% یه رقم واقعا سنگینی است و اونها هم اینجوری کار میکنن. حالا اشاره کردید که برخی از اینا میدان مشترک هم دارن. بله، میدان مشترکی هست، مثلا در دریای شمال هلند هست، انگلیس هست، نروژ هست. اینها در حقیقت بهره‌برداری مشترک توسط شرکت‌هایی انجام میشه که پروانه تولید از این میدان رو از دولت میزبان گرفتن. بنابراین دو تا کشور با هم دیگه طرف نمیشن، دو تا شرکت با هم طرف میشن. فرض کنید مثلا استاتوئل نروژ و بی پی انگلستان، این دوتا میاین با هم میگن خب ما میایم کنسرسیوم درست میکنیم، 50-50 با هم میدان رو تولید میکنیم، فارغ از این که چقدر از این میدان این بره آب، این بره مرز و چقدرش اون بره. و خب این فرمولا خیلی وقتا کار کرده و الان این کنسرسیوم ها خیلی فعالن و کار میکنن. آخرین سوال هم اشاره کردید که 4-5 سال آینده چه اتفاقی در قیمت نفت میفته؟ قرار نیست قیمت نفت برگرده به 100 دلار یا اون حدود. بنابراین اینان تا 4-5 سال آینده چه امیدی نمیتونه به درآمدهای نفتی ببنده؟ درست میفهمید آقای مهبودی. پیش بینی قیمت نفت هم مثل بازار بورس، مثل استاک مارکته. افراد میآیند بر اساس شواهد و برخی مدارک پیش بینی میکنند، ولی این پیش بینی ها هیچ ضمانتی نداره که درست از آب در بیاد. بر اساس عرضه و تقاضا پیش بینی که میشه این است که در ظرف 3-4 سال آینده به طرز بسیار آرام و تدریجی یه افزایش قیمت خفیفی در نفت خواهیم داشت، که صحبت از این است که مثلا ظرف 3 سال برگرده دوربر 50 خورده ای مثلا اونجاها بمونه، که خیلی متفاوته با 90 دلار و 100 دلاری که در پیش از این بود. ولی اینها پیش بینی هاییست بر اساس، به قول امریکایی ها، facts and figures، بر اساس ارقامه. ولی معمولا بازار نفت خیلی وقتا تحت تاثیر رویدادهای غیر قابل پیش بینی قرار میگیره، مسائل سیاسی، بحران هایی که پیش میاد و غیر قابل پیش بینی است و قیمت یه دفعه بالا پایین میره. ولی اگر که فقط خیلی تئوریک به قضیه نگاه کنیم، متاسفانه چشم انداز خیلی روشنی در مورد قیمت بالای نفت برای کشور صادرکننده ظرف 2-3 سال آینده، 4 سال آینده نخواهد بود. و این به این معناست که کشورهایی که اقتصاد تک محصولی دارند یه مقداری باید با ریاضت اقتصادی خو کنند. تشکر میکنم. آقای شاهین نژاد عزیز در ایالت تگزاس. چند تا حلقه چاه داری؟ چای را تعداد چاه آره باید خیلی زیاد باشه نی؟ فکر میکنم 200-300 هزار تا. 200-300 هزار؟ بله. در کل آمریکا چی؟ در کل آمریکا یه موقع 2 میلیون بود، الان خیلی هاش تعطیل آقای مهبودی. کلی هم درش بستن. بله خب یه سری چاها به خاطر مسائل اخیر نیست، چایی که مثلا از 1930 تولید میکرده 1960-70-80 تعطیل شد. تعطیل شد. بله بردن و یه دستگاهی روش گذاشتن، یعنی این چاه دیگه از رده خارجه. و شما تو جاده تگزاس که حرکت میکنید، حتی جاده فرعی برید، مرتب این چاهای قدیمی رو میبینید، از این پمپ‌های رفت و برگشتی دارن. بله. کنار درخت‌های کاکتوس. بله. و اینها دارن کار میکنن. مثلا از بین دو جنگ جهانی این چاها حفر شده و الان فرض کنید داره، مثلا میگم 100 بشکه نفت در روز در میاره، ببخشید 100 بشکه داره مایه در میاره که 99 بشکش آب شوره، یک بشکش نفت. تشکر میکنم. تا دیداری دیگه. قربان شما. سپاسگزارم. همینم خدا نگهدار.